بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب و احترام خدمت بینندگان عزیز کانال مسلمان تیوی آمریکا گفته که ایران نباید به اسقاطیل حمله کنه و پاسخ بده فکر میکنید دارم شوخی میکنم نه اینو سی منتشر کرده که میخوایم ببینیم چه شکر اضافی خوردن سرتیتر مقاله رو دیدید کارین ژان پیر سخنگوی کاخ سفید روز چهارشنبه به خبرنگارا گفته که ایران نباید به حملات اسقاطیل به خاک خودش در هفته گذشته پاسخ بده به گفته منبع بلند پایه اوایل چهارشنبه او پس از آنکه این شبکه گزارش داد حملات اخیر اسکاتی با پاسخی قاطع و دردناک مواجه خواهد شد که احتمالا قبل از رأیگیری ریاست جمهوری آمریکا خواهد بود در پاسخ به سوالی از CNN این, جواب رو داده گفت آقا ایران نباید حمله بکنه این مقام بلند پای ایرانی کی بوده که این حرف زده منبع ناشناس به جون مادرم در اینکه قاطع و دردناک پاسخ خواهیم داد هیچ شکی نکنید ها اما اینکه اینا این سناریوها رو میچینن هدفشون چیه در ادامه بهتون خواهم گفت یه کلیپ داخل تلگرام و ایتا گذاشتم برید حتما ببینید جدیدترین فیلم از یه دوربین مدار بسته در تلاویوه که وعده صادق دو رو روایتگری میکنه به نمایش گذاشته دو سه تا هم فیلم دیشب گذاشتم تو تلگرام حتما ببینید از وعده صادق دوه موشک های ایرانی انقدر قشنگ میان اصابت میکنن دیگه اینو نمیتونن بایکوت کنن سانسور دورش تموم شده فیلم ها بیرون خواهد اومد حالا ببین وعده صادق سه چیه چرا اینو میگم ببین بعد از وعده صادق دو وقتی تهدیدات ها شروع میشه تمام مقامات و مسئولین سیاسی و امنیتی و نظامی کشور رو صحبتاشو رو ببینید گفتن آقا پاسخ میدیم قاتم پاسخ میدیم و این بار زیر ساختاشون رو میزنیم اقتصاد اسقاطیل میره رو هوا یه برنامه داشتیم چهل تا هدفی که حزب الله با پهباد حدحد هد میدونید پهباد هد سه تا فیلم داده بیرون فیلم های شناساییه تو سومین فیلم پهباد حدحد هد چهل تا هدف رو حزب الله فقط شناسایی کرده ده تا هدف بسیار مهم و کلیدی رو هم که ایران از قبل اعلام کرده اما برخی از کارشناسای خودشون میگن آقا اینا قرار 80 تا هدفی که شناسایی کردن رو بزنن هشتاد تا خیلی ها پدر پدر جدشون رو در میاره برای همین نگران شدن و انگار داره تحکمامی صحبت میکنه نباید حمله کنیم مثلا تو کی هستی؟ مگه توفنگداران دریای خودت رو اسیر نگرفتیم تو خلیج فارس به التماس افتاده بودید اینا یادتون رفته؟ گذشت اون دوره‌ای که آمریکا به بقیه میگفت باید و نباید هر چند انقلاب اسلامی از 45 سال قبل به این دیگه مقابل آمریکایی ها ایستاده جان پیر گفته که ایران نباید به انتقام جوی اسقاطیل پاسخ بده اما اگه ایران بخواد پاسخ بده ایالات متحده برای کمک به اسقاطیل در دفاع از اون کنار اسقاطیل ایستاده خب شما برای دفاع از اسقاطیل اومدید مقابل یمنم هم بیستید دیگه جلوی حملات یمن به کشتیایی که به مقصد اسقاطیل بود بگیرید چقدر موفق بودید همونقدر در برابر ایران هم موفق خواهید بود گذشته از این اصلا ایران قابل قیاس با یمن نیست هم به لحاظ وسعت جغرافیایی هم به لحاظ توان نظامی هم به لحاظ اقتصادی هرچند اوضاع اقتصادی ما هم خوب نیست ولی از یمن خیلی بهتره تعداد نیروی رزم تجهیزات امکانات هیچ کدوم اینها قابل قیاس نیست خصوصا تو حوزه پدافندی که شاهکار کرد دیروز شو گذاشتیم دیگه بیش از 40 هزار بازدید گرفته برید ببینید کیف کنید پدافند مرموز ایرانی یه شاهکاری کرده که اصلا اون سرش ناپیدا نمیتونن بفهمن از کجا خوردن چی شده متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ارزیابی درباره آنچه که ایران ممکنه انجام بده یا انجام نده ارائه نمیکنه اما گفته که ایالات متحده معتقده که اونها نباید پاسخ بدن تو شکر خوردی که بخوای تعیین تکلیف بکنی پاسخ میدیم ان خوبم پاسخ میدیم اتفاقا این بار مردم بسیار مصممترن برای وعده صادق سه میلر نمیگه که آیا جمهوری اسلامی قبل از 5 نوامبر به ایالات متحده قصد پاسخگویی داره یا خیر ببین اینا اومدن این سناریو رو طراحی کردن که بگن ایران قبل از انتخابات حمله میکنه یک خطای محاسباتی ایجاد کنن به زعم خودشون فکر کردن بقیه خودشونن که خطای محاسباتی میکنن بقیه اینجوری سوتی و گاف میدن البته این نافیه این نیست که جمهوری اسلامی ممکنه قبل از مثلا انتخابات واقعا حمله بکنه هر لحظه اصلا امشب حمله بکنه این معلوم نیست این رو مسئولین نظامی ما تشخیص میدن که آقا الان بزنیم یا نزنیم اما اینکه اینها دارن تلاش میکنن برای اینه که بگن خب فرصتی برای جبران وجود نداره انتخابات به نفع بایدن تموم بشه چون اگر یه جنگ تمام ایار شروع بشود جنایات اسقاطیلی چون اینا به زعم خودشون دارن اسقاطی رو کنترل میکنن حالا کنترل میکنن این همه جنایت میکنن کنترل نکنن چی میشه که مثلا این انتخابات رو به سلامت عبور کنن ازش که ترامپ رای نیاره چون اگر این اتفاقات بیفته مسلمون ها رای نخواهند داد در صورتی که ما میدونیم رای های الکترال هست که کار رو تموم میکنه مگه تو دوره قبلی نبود هیلاری کلینتون رایش بیشتر بود ترامپ شد رئیس جمهور این رأی الکترال هست که نتیجه انتخابات آمریکا رو مشخص می‌کنه گذشته از این چه فرقی بین ترامپ و هریس هست همین دولت فعلی آمریکا الان نمایندهش فرستاده در لبنان با نجیب میقاتی و بقیه گروه های سیاسی لبنان پیشنویس آتش بس 60 رو بنویسن که در اون خل اصلاح حزب الله مد نظر هست و به مردم لبنان وعده میدن که اینجا گلو و و شما دیگه با آسایش زندگی کنید و دیگه جنگی در کار و فلان از این حرفا خب ترامپ هم همین رو دیشب گفته مونتو اونجا ترامپ خطاب به مسیحای لبنان گفته گفته ما یه کاری میکنیم که اینجا صلح و ثبات و آرامش و فلان باشه هیچ فرقی در سیاست ها اینها نیست ترامپ بشه بگه مثلا در غرب آسیا جنگ بشود حریص هم بشه همین حرفو میزنه چون سیاست از جای دیگه داره بهشون دیکته میشه اینا فقط مترسک سر جاری زن که بیان اون سیاست ها رو پیاده کنن هیچ فرقی هم نمیکنه کدومشون باشه بعد در ادامه هم گفته من قرار نیست که در مورد ارتباطات بین دو دولت با هم صحبت کنیم و فلان و اینها اما همونطور که علنا اعلام کردیم و میتونم به شما بگم که ایران پیام رو دریافت کرده و واضح میدونه اونها نباید به تشدید این درگیری ادامه بدن تشدید درگیری فقط خودتون بقیهش اصلا جوکه هر بار اسقاطیل در قصد جنایتی مرتکب شده در یه سال گذشته یا سخنگوی وزارت خارجه یا معاونش یا مشاورینش اومدن چی گفتن گفتن آقا یک گزارش از اسقاطیل خواستیم که اونجا چه اتفاقاتی داره میفته فلان فلان شده تو همه اطلاعاتو خودت داری بهش بیدی بعد منتظر گزارش اسقاطیلی یا مثلا پیام های سازمان ملل رو دقت کنید ما نگران اوضاع در غزه هستیم مقامات آمریکایی ما به اسقاطیل گفتیم که سطح تنش ها رو بالا نبر اونجا بمباران نباید بشه این ممنوع فلان بعد خودش همون سلاح میده خب فلان فلان شد تو داری تسلیحش میکنی راه و چاو بش نشون میدی میگی بزن بعد این طرف میاد ادا خوبا رو در میاری حالا چرا اینا به هول و افتادن یک کلیپ میخوایم ببینیم یک کارشناس رو خبرگزار فارس آورده با ایشون صحبت کرده دو تا نکته اشاره کرده و من در انتهای برنامه به شما میگم که دو تا نکته وجود داره که معادلات جنگ حزب الله و اسقاطیل رو رقم میزنه و عوض میکنه بریم اول دو تا نکته ایشون رو بشنویم یه نکته تکمیلی هم درباره صحبت های این کارشناس دارم این تاکید ایشون به واقع گرایی و واقع بینی دو جنبه داره به دارم یک جنبهش اینه که خب صداقتی که ما باید با مردممون داشته باشیم و داشتیم تا حالا داره اشاره میکنه به صحبت های رهبر معظم انقلاب این یه سرمایه مهمیه که خب به این سرمایه خودش رو همین فردا این عملیات هم نشون داد یعنی خب اینا تو محاسباتشون یکی از این خطای محاسباتشون همینه اینا تو محاسباتشون این بود که اگر که یه دست به شرارتی علیه کشور ما بزنن در داخل مثلا یه استقبالی ممکن از این کار بشه خب این به هیچ وجه اتفاق نیفتاد یعنی هم اون چیزی که کف جامعه و روحیه مردم بودش این نبود و کاملا مقابل رژیم سیرستی و اقدامش بودش حتی مثلا شما ملازه کردید تو این یکی دو روزه مثلا بعضی از این چهره ها و سلیبریتی ها و این حرف ها که اینا معمولا سخت میان مثلا یه چیزی تو اینا خب خیلی خوب باید. اومدن واکنش نشون دادن به این قضیه خب می نشون میده که اون تو محاسبش خطا کرده و بالاخره یه بیراهه اینجا رفته خب این یه جنبه قضیه بود به نظرم که بالاخره نشون داد یه بخش دیگه هم واکنش بازارها بودش یعنی مثلا واکنش بازار مالی بازار اوتخای میکنم قبل از اینکه ایشون ادامه بده یه نکته رو بگم یکی از خطاهای دیگه هم اینه اسقاطیلی از همون اول یه خط رسانه ای رو دنبال میکردن که آقا بگیم چیزی نشده درد نداشت فلان نشده چه اتفاقی نیفتاد و فلان و اینها کوچیک نمایی کنه از قبل این کوچیک نمایی بیاد بگی که آقا خب ایران دیگه با صبر استراتژیک و فلان دیگه جواب نمیده اما اینجا خط قرمز رو رد کرده به این فکر نکرده بود که تو خط قرمز رو رد کردی و پاسخ حتمی است الانم برای همینه که به تکاپو افتادن این بحث آتش بس در لبنان و فلان بهانه است که بگه ببین ما داریم یه کارایی میکنیم مستقیم نمیتونم بگن غلط کردیم که برای همین جا گذاشتن آقا بریم بحث آتش بس با لبنان رو مطرح بکنیم که ایران سرد بشه بگه ببین نها کن دارم آتش بس میکنه حالا ما نریم وارد چیم که بگن آ ایران اومد آتش رو به هم زد ادامه شما سرمایه یا مثلا بازارهایی که بالاخره متاثر از تحولات و تغییرات سیاسی و امنیتی اینا هستش اینا واکنشش واکنش های مثبتی بودش به نه به اون حمله واکنش مثبت به اینکه اون حمله رو عملا جدی نگرفته و اون همده. چیزی نبوده که اینا بتونن اثر منفی رو این بذاره خب پس یعنی تو این قضیه هم اینا یه خط محاسباتی داشتن یا نتونستن اون انتظاری که داشتن برابط کنن خب این وره قضیه معابضاش اینه که ما باید با مردممون با صداقت رفتار کنیم که همون که تا الان هم همینطوری بوده خب این تحلیلی که آقا فرمودن که نه بزرگ نمایی نه, نه کوچک اینگاری خب این تو همون چارچوب بودش حالا بعد این فرمایش روز یکشنبه از آقا این رسانه های معاند که حالا مثلا این نسخه های فارسی زبان رسانه های اسرائیلی هستن الان بعضی هاشون اینا ترمه گیج بودن یعنی مثلا تو تحلیل های شبشون این بود که خب چرا مثلا آی خامنه گردن اینجوری صحبت کردن الان این چیه یعنی میخوان جواب بدن اگه اینجوری گفتن منظورشون اینه که خب کوچیک هم نیست یه وقتی اینجوری گفتن چون اینا آماده کرده بودن خودشون رو بگن که اسرائیل یه ضربه کاری و اساسی به ایران زده و ایران هم میخواد این عبور کنه صدا شده در به یه چیزی نبوده شده مرز میدان رو مشخص کردن بله بله یعنی آقای فاصله گذاشتن و با هم با صداقت با مردم با صداقت کامل رفتار شدش هم توی اطلاعی های بخش نظامی هم به خصوص توی فرماشت خود از آقا که اول ابعاد قضیه رو خلاصه روشن کردن که ابعاد این قضیه چیه یه دم در داخل همزمان میگفتن بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح ببین ضعیفه صحبت های سردار جعفری رو ببین چی گفت اگر مثلا یه حمله فلان کنم ما اصلا جواب نمیدیم نه خط قرمز رد شده و باید جواب بدی و جواب خواهیم داد انشاءالله وعده صادق سم توفانیه متفاوت از چیزی هست که در وعده صادق دو دیدیم تازه از وعده صادق دو چیزهای زیادی ندیده بودیم اما این کلیپ هایی که تو تلگرام و ایتا گذاشتم که لینک شبکه های اجتماعی زیر همین ویدیو هست حتما برید ببینید کیف میکنید اصلا پدافندشون انگار مرده یا شما میگه هک شده فلان شده اصلا مرده خبرش از پدافند نیست موشکای یکی یکی پشت سرم اونم چه منظره ای اصلا یه منظره رو به تصویر که شدم کیف میکنه اما وعده صادق سه کوبنده تر طوفانی تر و ان الله در موعد خودش انجام خواهد شد حالا قبل از انتخابات آمریکا بعد از انتخابات آمریکا این دیگه تصمیم با ماست آمریکا یه نمیتونه شکر بخوره از اونجا بگه نباید حمله کنی نباید دورش تموم شده اونم نه برای جمهوری اسلامی قبل از جمهوری اسلامی اگر مثلا در دور پهلوی میگفتی داره همون زمان که شاه مملکت رو دایورت کرده بودید به دیوار کاپیتولاسیون اینها رو پیاده کردید توی این مملکت دورش گذشته بعد از انقلاب دیگه این حرفا نیست یا علی التماس توها خدا نگهدارتون